پرهیز میکنیم از اینکه کل بساط نظام ولایی را در همان هیچ امام خمینی جای بدهیم. با این همه من میگویم امام خمینی با همه آسیب ها و بدکاری هایی که داشت و با همه شناختی که از انسان و کشور و دنیا نداشت، اگر مستحق این است که در آرامگاهی اشرافی جای بگیرد و به ضرب بوق و پول و زور حکومت بشود خمینی کبیر، رضا شاه با همه سوادی که نداشت و با مقبره‌ای که بر سرش خراب کردند و با جنازه‌ای که به دم بیلش سپردند، اما به خاطر بلند مایگی‌های فردیش و برافراختگی‌های با شکوه ملیش مستحق این است که وی را پس از کوروش و داریوش هخامنشی کهکشان بی همتای مردم ایران بدانیم. رضا شاه ایرانی بود پشت در پشت، اما امام خمینی ایرانی نبود پشت در پشت. رضا شاه به ایران می اندیشید و امام خمینی به اسلام. رضا شاه برای ایرانیان غرور آفرید، اما امام خمینی حتی برای همان اسلامش نیز چیزی جز نکبت به جای ننهاد. ریخت منفور جمهوری اسلامی در جهان را امام خمینی با ندانم کاری‌هایش و با دنیایی که نمی شناخت و با آموزه‌های خشک و متسلب حوزویش پیریزی کرد. من یک بار پیش از این نیز گفتم که در میان تمامی شاهان و امیران و حاکمانی که بر ایران حکم راندند، رضا شاه با فاصله‌ای به قدر هزار سال نوری از دیگران به ایران اندیشیده و به ایرانی خدمت کرده و برای ایرانیان غرور آفریده و سنگ‌های بزرگی از پیش پای آیندگان برداشته است. اکنون نیز می‌گویم امام خمینی در نسبت با مناسبات عصری که در آن می‌زیست، بلایی که بر سر ایران و ایرانی آورد مغولان نیاوردند. چرا؟ مغولان گرچه کشتند و غارت کردند، اما کاری به فکر مردم نداشتند. امام خمینی هم کشت، هم مصادره کرد و هم یک فکر ناسازگار با خوی انسانی را به صحنه آورد. کهکشان مطلوب امام خمینی اهتزاز پرچم تشیع بود، نیز برای همین اهتزاز شتاب چرخهای دوران پهلوی را به سکون کشاند و در همان سکون همه چرخهای خودساختهش را برای فکر قهقراییش به کار انداخت. بله، آرزوی حوزوی امام خمینی اهتزاز پرچم شیعه بود. رضا شاه اما برای اهتزاز پرچم ایران جان کند. در تار و پود پرچم رضا شاه همه مردم و همه باورمندان و به ویژه شیعیان سهم داشتند، اما امام خمینی در پهنه پرچمش جز برای بخش کوچکی از شیعیان هیچ فرصتی برای هیچ مردمی قائل نشد. بهتر بگویم در پرچم رضا شاه برای امام خمینی و اندیشه متسلبش جا بود، اما دریغ و درد که در پرچم امام خمینی جایی برای فکر فهیمانه و کهکشانی رضا شاه نبود. امام خمینی با استقبال با شکوه و بی نظیر مردم ایران آمد و قدرت را در دست گرفت. همان استقبال و یک پارچگی که از دل ایرانیان بیرون زده بود و از خانه ها و سیاه چادرهای همه اقوام و طوایف، با کشوری ثروتمند و یک پارچه. اما رضا شاه هیچ مردمی با خود نداشت. کدام یک پارچگی؟ کشور از هم دریده بود. در استقبال از امام خمینی آنچه که زیر پایش فرش شد دل مردمان ایران بود، تا مگر بیاید و دست دل مردم را بگیرد و چون گاندی سخن از
انسان و انسانیت براند و کاستی ها و بدکاری ها را به فوزونی و درست کاری بدل کند. اما دریغ که امام خمینی به جای انسان و انسانیت با قیفی که از تشیع به چشم نهاده بود آن همه ثروت و آن همه پتانسیل بی نظیر مردمی را قدر ندانست و کشور یک پارچه را با چشمنداز قیفی و شیعیش به آشوب و کشت و کشتار کشاند. رضا شاه اما از همان روز نخست شاهیش کشوری پر آشوب و فقیر و بلا زده و بیمار و از هم دریده را به دست گرفت و خون دلها خورد تا کشور به آرامش و انسجام و یک پارچگی رسید. میخواهم بگویم امام خمینی در کنار سفره ای نشست که رضا شاه برای مردم ایران پهن کرده بود، که اگر رضا شاه نبود کشوری به اسم ایران نبود تا امام خمینیش آن را مچاله افکار متسلبش سازد. اما چرا امام خمینی کشوری یک پارچه و ثروتمند را تحویل گرفت و به فنایش سپرد و رضا شاه کشوری فقیر و دریده و به فنا رفته را تحویل گرفت و یک پارچه و ثروتمندش کرد؟ راز این پرسش بنیادین در چیست؟ چرا امام خمینی ویرانگری کرد و رضا شاه آبادگری؟ مگر نه این که میگویند رضا شاه بی سواد بود و امام خمینی با سواد؟ چرا با سواد بودن امام خمینی به کارش نیامد و رضا شاه با همون بی سوادیش در میان همه شاهان و حاکمان و امیران حاکم بر ایران بر تارک یک تایی نشست؟ رازش را بگویم؟ راز نخست این که رضا شاه توانست آبادگری کند و امام خمینی نتوانست در این است که افق مطلوب رضا شاه رهایی و رشد ایران و ایرانی بود و افق مطلوب امام خمینی جهان گستر شدن اسلام بود و تفوق و برتری شیعیان بر دیگران. رضا شاه همه استعداد خود و کشور از هم دریده را به کار گرفت تا ایرانیان را از شرم ایرانی بودن به در آورد و دست نوازش بر سرشان بکشد و غبار شرم از چهره‌هایشان بروبد و به آنان بگوید حالا دیگر شما می توانید به کشورتان و به ایرانی بودنتان غرور ورزید. امام خمینی کشوری یک پارچه و ثروتمند را آنچنان خمیر دنیای کوچک ذهنی و شیعیش کرد که امروز ایرانیان شرم دارن از این که به دیگر مردمان جهان بگویند ایرانیان. راز دومی که رضا شاه را برکشید و موجبات سرفرازی ایرانیان را فراهم کرد و امام خمینی و مردمانش را به قهقرای نگونبختی فرو تپاند این بود که رضا شاه دنیای عصر خودش را و ضروریات زیستن در میان کشورهای جهان را فهمیده بود. در فکر رضا شاه شاخصی بود به اسم دنیای برخوردار غرب که هماره رضا شاه را وادار می کرد خودش را با آن شاخص فهیمانه هماهنگ کند و به همان سو برود. اما شاخصی که در ذهن امام خمینی بود سالهای کهنه و فرسوده صدر اسلام بود با قوانین زیرخاکی و دنیای کوچک و ساده ای که بشود به ضرب توصیه ها و امر و نهی های قرآنی و حدیثی ادارهش کرد. رضا شاه همین شیوه های مدنی مجلس و رأی دادن و نمایندگی و مفهومی به اسم شهرنشینی مدرن را قبار روبی کرد و سر و سامانی داد و برای امام خمینی به یادگار نهاد. یادگار امام خمینی را در گورستان ها باید جست، در گورستانی از وعده ها و آرزوهای به خاک رفته. صمیمانه و صادقانه میگویم مقایسه کردن رضا شاه با امام خمینی خدمت و ارفاق به امام خمینی است.
نوشتم برای شما که خدمات رضا شاه به ایران و ایرانی هزار سال نوری با امام خمینی و دیگر حاکمان و پادشاهان فاصله دارد. اما چرا رضا شاه بی سواد می تواند بر این جایگاه برتری قرار بگیرد، اما امام خمینی با سواد همان جایگاه برتری را به زوال می کشاند؟ راز سومش در این است که رضا شاه با همان سوادی که نداشت، اما این شعور را داشت که از نام‌آورترین و فهیمترین و ایران دوستترین مشاوران و ورزی وزیران و کارگزاران عصر خود بهره ببرد. اما امام خمینی با قیفی که از تشیع به صورت بسته بود، دست وزیران و کارگزاران کوته فکر و ابله و پخمه و آب زیر کاه را واگشود تا مگر با ریش و تسبیح و ذکر و سینه زنی و دعا و مناجات بتوانند به این که نه این که کشور را اداره کنند، بل پرچم شیعه را بر فرق عالم بکوبند. چهارمین راز از رازهای برتری هزار سال نوری رضا شاه بر امام خمینی در جهتی است که این دو در مملکت داری اختیار کرده بودند. این که میگویم مقایسه رضا شاه با امام خمینی ارفاق به امام خمینی است از همین روز. مثلا مقایسه رضا شاه با شاه عباس صفوی و نادر شاه در یک جهت است که هر سه با هر فراز و فرودی که داشتند بنایشان بر یک پارچگی ایران بود، اما جهت امام خمینی در مملکت داری وارونه است. رضا شاه بنابر پیشرفت کشور و بهره‌مندی مردم از دستاوردهای نوین عصری و بشری داشت، اما امام خمینی رو به عقب مینگریست و رو به عقب میشتافت. امام خمینی مست کوچه های کاهگلی 1400 سال پیش مدینه بود. در نگاه به جلو اگر افت و خیزی هم باشد به رشد می انجامد، در نگاه به عقب هر یک متر و ثانیهش خسارت و عقب ماندگی است. این بخش از عقب روی و عقب نگری امام خمینی را با واژه ارتجایی که متداول است یکی ندانید. در نوین نگری رضا شاه بی سواد دانشگاه واگشایی می شود و با استخدام متخصصان مرتب بر مراتب علمی و وزن علمیش افزوده می شود و در نگاه قیفی امام خمینی نخست همه فلاکت های مملکتی به دانشگاه ها منتسب می شود و بعدش که می بینند نمی شود از این فراز شعوری چشم پوشید، دانشگاه را از بنمایه های علمیش تهی و پوسته آماریش را بزک می کنند. پنجمین راز برتر رضا شاه بر امام خمینی این است که رضا شاه یک شخصیت مولد است و امام خمینی یک شخصیت خرابگر. رضا شاه با اعتنا به لیاقت خودش و با اعتماد به همکاری مشاوران و وزیران فهیم و ایرانیش، یکی پس از دیگری کشور هیچ ندار ایران را صاحب چیزها می کند. در یک به یک نهال نشانی نهادهای مدنی ملایانی چون امام خمینی مزاحمش اند. چرا؟ چون با شتابی که رضا شاه برای بیماری زدائی و چهره آرائی کشور گرفته بود، عرصه بر میدانداری افکار زیرخاکی ملایان تنگ و تنگتر می شد. خلاصه این که رضا شاه با عشق بر سر کار آمد و امام خمینی با کینه. من ورود امام خمینی از نجف به ایران را بسیار شبیه ورود شیخ جعفر کاشف الغطا از نجف به ایران می دانم. هر دوی این ملایان ایران را ویران کرده اند. عجیب! شیخ جعفر کاشف الغطا را فتلی شاه به ایران فراخواند تا اوضاع شیعیان ایران را سامان دهد. این شیخ جعفر را یکی از حوزویان اینگونه توصیف کرده است: نسب شیخ جعفر
به ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی فرمانده سپاه امام علی میرسد. او استاد بزرگ و خورشید فقاهت و اعجوبه دوران بود، کسی که جز او بکارت فقه را نگرفته و از زمان غیبت معصوم به بعد نظیر آن در جهان تشیع ظهور نکرده. این شیخ جعفر کاشف الغطا هموز که نابخردانه و وحشیانه فتلی شاه را به جهاد با روسها هشدار می‌دهد که اگر به جنگ کفار روس نروی خودم حکم جهاد می‌دهم. فتلی شاه که ذلیل این نابخردان بود سپاه بیاراست و پسرش عباس میرزا را به جنگ روسها فرستاد و با کشورمان رفت، آن داستانی که رفت. شهرهای بزرگی از بدنی کشور کنده شد و به روسیه پیوست. غبار اندوهی که از نابخردی و هوچیگری کاشف الغطا، این نکبت هوزوی بر چهره ایران و ایرانی نشست، با پدران و مادران ما بود تا اینکه رضا شاه سر برکشید. رضا شاه نرم نرم و با خون دل خوردنهای بسیار این غبار را زدود. امام خمینی که آمد برافروخت که چی؟ در این کشور اندوه نیست؟ من مگر مردم؟ خودم از بقچه ولایی‌ام برایتان اندوه آوردم. بکوبید بر تبل‌ها و سنج‌ها که ما هر چه داریم از همین گریه‌ها و زاری‌هاست. بله، ما اکنون ریزخار گریه‌ها و زاری‌های همان بقچه‌ای هستیم که امام خمینی با خودش از نجف به ایران آورد و البته ریزخار نادانی تاریخی خودمان که نشانمان می‌دهد ما هنوز به رشد و بلوغ نرسیده‌ایم. من در این نوشته تلاش کرده‌ام در یک شمای کلی سهم رضا شاه و امام خمینی را در نسبت با ایران و ایرانیان بسنجم. هرگز بنایم بر این نبوده و نیست که یکی را تبلیغ کنم و بر دیگری خط بکشم. من سالها ابلهانه و بیخردانه رضا شاه را خفیف می دانستم و امام خمینی را رفیع. اکنون اما بر خود لازم دانستم در نوشته ای تکلیف خودم را با این خفت و رفعت روشن سازم و بدهکاریم را به رضا شاه کبیر ادا کنم. در این نوشته من نخواستم به نقطه ضعف‌های موردی رضا شاه و امام خمینی وارد شوم که اگر بنابر پرده برداری از این موارد باشد، امام خمینی هرچه بیشتر به اعماق قهقرائیش فرو می شود. در یک مورد هرگز در پرونده رضا شاه کشتار چندین هزار زندانی و حمل جنازه ها با کمپرسی و دفن دست جمعی زندانیان، آن هم به ضرب نوشته چهار خطی، دیده نمی شود. حالا تسخیر سفارتخانه کشورها و ورود به جنگی 8 ساله و ابلهانه و آوار کردن خزعبلی به اسم ولایت فقیه بر سر مردم بماند. خنده‌دار این که امام خمینی با آن عبا و عمامه‌اش و دانش و اطلاعی که مطلقاً از آیین جنگاوری نداشت، فرمانده کل قوا بود و رضا شاه نیز. محمد نوریزاد، 4 آذر 97، تهران.